صبح یک روز گرم تابستانی، میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم ناصرالدین شاه، توی باغ لواسونش که هنوز کلش به نام رفقا نشده بود، از خواب بیدار شد و شروع کرد به کش اومدن و طبق عادتش موبایلش گرفت دستش ببینه چه خبره. اون موقع هنوز تلفن همراه اختراع نشده بود و هر صاحب منصبی یک آدم ریز جسه‌ای رو استخدام میکرد که اخبار رو بهش برسونه و نمیدونم چی تنته و چه خبره و اینا رو به گوش دیگران برسونه و به اون آدم میگفتن موبایل. خلاصه تا گفت چه خبر، موبایلش گفت قربان، یه خارجی به اسم رویتر اومده باهاتون کار داره. سپهسالار میگه اتاق خبر من و تو نیومده؟ موبایل یه نگاه عاقل اندر لوسی بهش کرد و رفت. صدر اعظم لباس پوشید و رفت تو حیات امارت و پل جولیوس رویتر به حضور پذیرفت و گفت فرمایش. رویتر گفت میرزا کل مملکت چند؟ آقا میرزا حسین خان سپهسالار رو میگی؟ رگ غیرت میان پرستیش زد بالا و عین شیر روی پرچم قرش کرد که چی؟ مملکت رو میخوای بخری؟ ما از این بیناموسی ها نداریم مملکت رو بدیم دست خارجی ها. مملکت محروسه ایران ما 2300 سال تمدن داریم. ما خورشید توی سرزمینمون غروب نمیکرد، شرق تا غرب دنیا ازمون حساب میبرد. ما یونان عمق استراتژیکمون بود. ما به پادشاه بابل میگفتیم باغهای معلق رو به ناممون بزد میزد. به امپراتور روم میگفتیم آیس روم رو به ناممون بکن میکرد. اینجا مملکت سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقانه. بی صاحب نیست که. آرمانهای آقا محمد خان این بود. حالا مزنه چند هست؟ چی به ما میرسه؟ رویتر که تا حالا داشت با سکوت اکتوری آقا میرزا حسین خان رو نگاه میکرد، لبخند زد و گفت آباریکلا، حالا شدی پسر خوب، آباریکلا. خب حالا بیا صحبت کنی، گفتگو خوبه. خلاصه میرزا حسین رو نشوند روی پاشو گفت خب جناب سپهسالار. میرزا حسین گفت راحت باشین، سالار صدام کن. رویتر گفت ببین سالار، چیز زیادی نمیخوام، کل معادن تو میخوام واسه 70 سال، کل امتیاز راهن و گمرکات و سد و بانک ها و جنگل ها رو بده دست ما، به جاش منم خزانه شاه رو هم که خالیه با 200,000 لیره انگلیس پر میکنم. صدر اعظم گفت سلطان صاحب قران محال هم چیزی رو قبول کنه. رویتر گفت قبول کرده، من با شاه بستم، تو فقط قرار قرارداد رو بنویسی. با صدر اعظم یکم روی پای رویتر جا به جا شد و گفت نمیشه که، صلاح مملکت چی میشه؟ آیندگان چی میگن؟ رویتر یه رشوه 50,000 لیره میده به میرزا حسین و میگه اینم صلاح آیندگان و مملکت. ردیفه؟ جونم براتون بگه این رویتر وامونده یک امتیازنامه ای از شاه ایران گرفت و یه چوب کرد لای پاچه ملت ایران که BBC نکرده. حالا شاید هم کرده، ما خبر نداریم، ولی انقدر قراردادشون استعماری بود که در کشور یه بلوایی به پا شد و صدای مردم و بزرگان در اومد که بابا این چه وضع مملکت داریه؟ تمام منابع کشور رو در ازای 200,000 چوخ دادین دست این مردک یهودی؟ آره اون موقع بزرگان مملکت صداشون در می اومد سر این چیزا، مثل حالا نبود. ولی آش انقدر شور بود که حتی خود دیپلمات‌های انگلیس هم صداشون در اومد که داداش مرگ من یواش، ما می‌خواستیم استعمارم بکنیم، اینطوری نمی‌کردیم. هرچی رویتر از و جز کرد که این ایرانی‌ها هنوز جا دارن، میشه 2-3 تا جزیره و کل ماهی‌های خلیج هم ازشون بگیریم.
فقط کافیه بگیم خلیج همیشه فارس. باز انگلیسی ها گفتن بابا قباحت داره، اونا گیره یه شاه سرسره باز افتادن، ما که نباید اینطوری کنیم که. خلاصه انقدر شلوغش کردن که شاه مجبور شد قرارداد لغو کنه و رویتر هم برگشت انگلیس. و البته اونقدر پیگیر بود که امتیاز بانک شاهی رو از ایران بگیره و تخم مؤسسات مالی اعتباری رو همونجا کاشت.